خانم مباسات میبینید؟ بله 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 آقای دکتر، راحت بسیار عالی، بسیار عالی. ما قرار بود که راجع به شهریاران گمنام صحبت بکنیم، هنوزم قرارمون همینه. شهریاران گمنام گردآوری است که آقای احمد کسروی انجام داده. من این کتاب رو اولین بار که خودم خوندم یه چیزی بود هلوهوش، فکر میکنم 16 17 سالم، خیلی رو من اثر گذاشت اون موقع، از این بابت که یک همچین آدم، اون موقع من نمیدونستم کسروی کیه، یک همچین آدمی پیدا شده در فرهنگ ما، یک همچین تحقیق عمیقی بکنه. هیچ کس دیگه همچین کاری نکرده. پادشاهانی که گمن در تاریخ بنا به علتهایی که خواهیم دید چرا گمن، ایشون جمع‌آوری کرده و من خیلی لذت بردم. این کتاب به انجام نرسید، ایشون رو قبل از اینکه کارش به انجام برسه کشتن، آقای کسروی رو. ولی به هر حال 3 جلد از 7 جلدی رو که در میخواست در فکرش بود که بنویسه، 3 جلدش رو نوشته. آقای کسروی از تابو شکنان بزرگ و نوابق روی زمینه، یا نوابق ایران زمینه. به مرور سعی میکنم این نبوغش رو هم نشون بدم. اما وقتی که این برنامه رو آماده میکردیم اتفاقی افتاد ناخوشایند. آقای ابراهیم گلستان از دنیا رفت. ابراهیم گلستان در انگلستان زندگی میکرد برای مدت نمیم 40-50 سال. حالا اگر انقلاب شده مبدأ تاریخ، ما قبل و بعد از انقلاب همه چی رو دستبنده میکنه. چندین سال قبل از انقلاب ایشون رفتن انگلستان و اونجا زندگی میکردن، همونجا هم از دنیا رفتن. یاد ایشون هم لازم بود که اضافه بشه و این جلسه تنها جلسه ای بود که نزدیک بود به فوت ایشون. بنابراین من قبل از اینکه به سراغ شهریاران گمنام برم، اندکی راجع به آقای ابراهیم گلستان حرف میزنم. بخوام از این اسلاید خلاص بشم، باید این نکته رو که آقای کسروی گفته اینجا رو بخونم. میگه آنان که تاریخ و فرهنگ خود را از دست دادن مردم بدبختی هستند. بدبختر از آنان کسانی هستند که در بازیافتن تاریخ و فرهنگ از دست رفته خود تلاش نمی کنند. ولی بدبختترین مردم کسانی هستند که تاریخ و فرهنگ خود را به ریشخند می گیرند. جمله معروفی است از آقای کسروی. بسیار عالی. بلندگو رو دست آدم تازه به دوران رسیده نباید داد. وقتی بلندگو دست آدم تازه به دوران رسیده میفته، همه وقت رو به خودستایی میگذرونه. پیرو به این مطلب، این رو نشون بدم خدمتون، این کتابی بود که دست من رو گرفته بود و باعث شد مثنوی تأخیر بشه و سعادت این که در خدمتون باشم و نداشته باشم. این کتاب 1 سال براش وقت گذاشته بودم، 1 سال و نیم طول کشید. یه 2 ماه پیش فرستادمش برای چاپ، الان زیر چاپ، هنوز در نیامده. این جلدش خواهد شد، این هم صفحه اولشه، که این صفحه اول هم یه معمایی توش نهفته است. هر کس حلش کرد، یه جلد کتاب امضا شده میدم خدمتشون. و چون مطمئنم خوشحال میشید، یه خبر دیگه بدم. این دوتا کتاب کتابای معروفی هن. تو دنیا معروفن. معروفن یعنی که فروش میره. وقتی میگیرنش برای تدریس میشه کتاب خوب، کتاب معروف. وگرنه خوب و بدی همینجور که عرض کردم، امروز فقط به تیراژ مهمه. این دوتا کتاب سال 2018 به چینی ترجمه شد و الان به آلمانی زیر ترجمه است و احتمالا تا دیسمبر آلمانیش در میاد. گفتم مطمئنم شما مثل من خوشحال میشید. کتاب مثلا راجع به ویهیکل تو آلمان به آلمانی ترجمه شدن خیلی حرفه. خودشون خدای اتوماتیک و ویهیکل داینامیک و اینا هستن، من جمله روباتیک. اینکه دو تا کتاب از انگلیسی بر آلمانی افتخاری است. بگذاریم. این آقای ابراهیم گلستان که 101 سال تقریبا زندگی کردند، از 1301 تا 1402 هجری شمسی زندگی کردند، یک جمله قشنگ داره که میگه حرف زدن مکافات داره. این حرف زدن مکافات داره رو توی فیلم خشت و آینه آقای فنیزاده راجبش حرف میزن، اگر اون فیلم رو دیده باشید. شاید یه تیکش رو نشون بدم. میگه حرف که میزنی، این جمله ایست که توی فیلم گفته شده. میگه حرف که میزنی چاه میکنی و میفتی توی چاه. در اومدن از چاه گرفتاری داری. دروغ هم بگی چاه کندی
یا عمقش کمه یا کجه، راحتتر میشه ازش اومد بیرون. ولی به هر حال حرف زدن مکافاتی با همراه داره. آقای ابراهیم گلستان توی قسمت های از حرف زدناش من برداشتم اینه که اینجوری صحبت میکنه، میگه به بیدردان بیان درد دل درد دگر باشد. اینو ابراهیم گلستان نگفته، من از زبان اون دارم میگم. هر کس هم گفت این شعر مال کیه، ما بهشون جایزه میدیم. این آقای ابراهیم گلستان که میخوام راجبش حرف بزنم میگه من به پاریس رفته بودم برای ساختن زیرنویس فیلم. یک شب با یکی از دوستان به سینما رفتیم. دوست من به مرد بغل دستیش شروع کرد به صحبت کردن. آن مرد تصادفی گدار بود. گدار یه فیلم ساز فرانسوی، بر خودش صاحب سبک، پدر فیلم سازی فرانسه است، یکی از اونها. آقای مولاوردی خانی خیلی بهتر از من ایشون میشناسن. برای اولین بار بود نام گدار را میشنیدم و هیچ وقت فیلم هایش را ندیده بود. کسی در مورد جامپ کات که الان توضیح بدم، یعنی بخونم میفهمید جامپ کات چیه. جامپ کات در فیلم گفته که من از فیلم های فرانسوی الهام گرفتم، در حالی که اینطور نیست. جامپ کاتی که من استفاده کردم از یک شاعر گرفتم، شاعری که 700 سال پیش مرده است، شاعری بزرگ به نام سعدی. من در واقع از روش او برای روایت یک واقعه استفاده کردم، از این شعرش الهام گرفتم. سیاهکاری از نردبانی فتاد، شنیدم که هم در نفس جان بداد. پسر چند روزی گرستن گرفت، دیگر با حریفان نشستن گرفت. به خواب‌اندرش دید و پرسید حال که چون رستی از حشر و نشر و سؤال. به گفته پسر قصه بر من مخوان، به دوزخ در افتادم از نردبان. این حکایت جامکاته. من خواستم این رو عرض بکنم که آقای ابراهیم گلستان به مفاخر ادبی ما، شاعران بزرگ ما، هم خیلی اعتنا داشت، هم ازش استفاده میکرد. سعدی که فراوان استفاده کرد در کاراش. این شعر در واقع یک مدل برای من بود که از جامپ کات استفاده کنم، اینکه بدون جلو عقب، بدون جلو عقب یک حادثه، بدون جلو عقب یک حادثه رو روایت کنم. عنوان بهترین فیلمش خشت و آینه هم از عطار گرفته. میگه آنچه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام بیند. من با اجازهتون یه بار دیگه استاپ شیرینگ باید بکنم، چون دفعه قبل که این کار کردم کلیک نزدم که آدیو رو هم شیر کنم. این دفعه کردم. خب امیدوارم که صدای این این گفتگوی است که آقای مسعود بهنود راجع به بهترین کار آقای گلستان میگه و من نمیتونم بهتر از آقای بهنود حرف بزنم. ضمن من خودم آقای بهنود رو خیلی دوست دارم، دلایلش باشد برای بعد. این تیکه رو گوش کنید، دو سه دقیقه است. ابراهیم گلستان از سال 1326 یعنی 25 سالش بود در ادبیات و هم تو فعالیت‌های سیاسی جناح چپ خودش رو نشون داده بود، به جامعه معرفی کرده بود و بزرگان و قله‌های اون زمان مثل صادق هدایت و دیگران او رو شناخته بودند. اما حادثه اصلی وقتی اتفاق افتاد که دوربین دستش گرفت و شروع کرد عکاسی کردن برای شرکت نفت بی پی و بنابراین رفت در آبادان برنامه رادیویی ساخت و عکس گرفت و این عکس گرفتن خبری شد و این عکس گرفتن خبری به دوربین متعی شد و این دوربین به گرفتن فیلم خبری برای بی بی سی و برای آی تی وی منتهی شد. از صحنه‌های مختلفی مثل دادگاه مصدق، مثل کودتای 28 مرداد و جریان نفت ایران گرفت و بنابراین به این ترتیب آروم سرید به مستندسازی. در مستندسازی با حضور او اتفاق مهمی افتاد. البته در این زمان یک موج مهم مستندسازی در ایران پیدا شده بود که ده ها شاخه داشت و این شاخه ها هر کدومشون یه باروری های به خصوصی داشتن، کسانی مثل فریدون رهنما و بقیه روش سهم داشتن تا رسید به اونجایی که آقای گلستان اولین فیلم سینمایی خودش رو ساخت، خشت آینه. خشت آینه حادثه بود، حادثه بسیار مهمی بود. مهم نبود که
منتقدین ایرانی در اون زمان اون رو نپذیرفتن. ما منتقدین جهان بزرگترینشون از اون تجلیل کردن، در چندین فستیوال دنیا به نمایش در اومد. اولین فیلم بلند فارسی بود که در فستیوال های بین‌المللی تقدیر شد، جایزه گرفت و بنابراین اسم تازه اومد. توجه داشته باشید که این زمان مصادف بود با زمانی که سینما ایتالیا داشت اوج می گرفت و این فیلم که تو همون ژانر واقعیتگرایی هست و قصه های خود که اوجش میشه نگاهی که کیارستمی بعدها پیدا کرد و خود کیارستمی معتقد بود که در ادامه گلستان هست و یک اوج بزرگترش میشه اصغر فرهادی. این شروعش از قشتاین است. فیلم دومی که آقای گلستان ساخت گنج دره جنی به اهمیت و به استواری فیلم اول نبود. فیلم اول حادثه بزرگی بود که اصولا بیشتر از اون که تصور میرفت بنیان سینما ایران تکنید. بسیار عالی. پس متوجه شدن که بهترین کارش دست کم در خارج از ایران وقتی ازش یاد بکنن فیلم خشت آیین است. یکی از اولین فیلم های مهمی است که در ایران ساخته شده. دقت هم بفرمایید که اون مال موقعی است که فیلمایی که میرفت تو سینما فیلمایی بود که مثلا فردین بازی کرده بود. اینها بیشتر مخاطب داشت. کسی اینجور فیلم های عمیق فلسفی و پر از پیام و این حرفا رو شاید نمیپسندید یا کسانی که میساختن کم بودن. به هر حال بگذریم. من یه مقداری میخونم براتون. با خوندن اینها وارد فضای آقای گلستان میشید و من بیشتر راجبش حرف میزنم، کاراش هم نگاه میکنه. این تیکه کاری است که آقای گلستان ترجمه کرده. میگه روی این راه پیش میرانم، ناگهان روی پنجه پایم بوسه سرد مییابم. بوسه از برده ایست تاج بر سر، تاجی از مرغکان سیمین تن که همه خواب رفتند و پابندند. برده سر سوی گوش من آرد با صدایی چو لغزش یاقوت لای نرمی کیسه مخمل، این گوید که چسان روی راه روز و شب دامن سایم زکف ننهاد و الاخر. منظورم این بود که ترجمهش خیلی زیباست، خوب بلد بود ترجمه کنه، تحصیل کرده خارج هم بود. چند تا از کتاباش اینجا گذاشتم که خب میبینید از آثار آقای گلستان، یکی هم کاوه گلستانه که دست چپ عکسش میبینید، ایشون پسر آقای گلستانه که در عراق کشته میشه، میره روی مین. خبرنگار بی بی سی بود در جنگ آمریکا و عراق و ایشون برای تهیه خبر رفته بود به سلیمانیه عراق، پس از اون طرف بود در واقع و کشته میشه. برای کاوه گلستانم از لحاظ عکس و خبر و این حرفا برای خودش کسی بود، صاحب سق بود و پیرو پدر. این تکه از فیلم ها، این از سخنان آقای گلستان یه جایی توی کتابشه، همین کتابی که دورش قرمز کردم از توی نوشتن با دوری. میگه یک تکه از فیلم ها مربوط به آیت الله کاشانی بود که رفتم خانهش ازش فیلم برداری کردم. رفت سر حوض وضو بگیرد، آب را توی دهنش کرد، مزه مزه کرد، توف کرد، وضو گرفت و آمد نماز خوان و من فیلم گرفتم. بعد گفت خوب شد آقا؟ گفتم خوب شد، اما ای کاش این غروب آفتاب و این برگ‌ها که خیلی قشنگن توی عکس میافتاد. گفت چه کار باید بکنی توی عکس بیفتاد؟ گفتم آخه نمیشه، برای اینکه شما رو به قبله دارید نماز میخوانید. گفت پدر جان تو به من بگو که کدام سمت نماز بخوانم، من میخوانم، تو چه کار به قبله داری؟ بعد ایستاد پشت به قبله نماز خوان. پشت به قبله هم کاملا نبود، با یک زاویه 90 درجه به قبله. این اتفاق با نمکی بود که ایشون توی اون کتابش ذکر کرده. بقیه کتابا هم اسمشو اینجا میبینید. همیشه آقای ابراهیم گلستان یه جوری اسمش به اسم فروغ فرخزاد هم گره میخوره، من یه اشارهی خواهم کرد. اون چیزی که من به شخصه پسندیدم یا میپسندم از کارهای آقای گلستانه که تملقگو نبود، تملق شنو هم نبود. اگر کسی زیاده روی میکرد در
ستایش از ایشون، همونجا جلوی اون طرف رو میگرفت و نمیذاشت که این مزخرفاتش رو ادامه بده. صریح بود در گفتنش و من این رو میپسندم. این صراحتش رو من در اولین کارها تا آخرین کارهاش دیدم. گاهی وقتا این صراحت به سن آدم بستگی داره. وقتی که آدم ها مسنتر میشن، با تجربه تر میشن، صریح اللهجه میشن، رعایت لازم نیست بکنن. ولی ایشون در جوانی هم همینطور بوده و این خصلت پسندیده است که من پسندیدم. دیگه تعریف ها و تحسین ها، بزرگداشت ها و کرنش ها، وقتی که یک نتیجه از اندازه گیری عینی نیست، وقتی که روی پیش داوری ها هست، در حد هیچ هم نمیارزه، خطرناک هم هست. اگر طلا بیفتد در چاه مستراح، همچنان طلای بی زنگ است. از قاب و حلقه طلا سنده چیز دیگری نمیتواند شد. جنس از زور قاب هرگز عوض نخواهد شد. لابد این زبان که من به کار بردم از ادب دور است. در این حساب های ظاهر ساز، راستی و راست از این ادب دور است. انسان به این ادب احتیاج ندارد. آدم، این جمله ایشونه، آدم یعنی صریح، ساده، راست، بی پرده، پاک، روشن و جستجو کننده درستی و پاکی. حالا جمله ای که کم و بیش خودش تابع این بوده و من اینو دیدم تو کارش. این از نامه ابراهیم گلستان به نادر ابراهیمیه. حرف باید درست و بجا باشد. حالا اگر از ادب دور است، باشد، تقصیر حرف نیست، لابد ادب پرت است. این رو از کتاب از روزگار رفته حکایت بالا دست راست میبینیم. اینجا عکسی هم که از خود آقای گلستان میبینید، کتاب خروس که اون بغل نشونش دادم، کتاب خروسه. میگن کتاب خروس بهترین رمانی است که ایشون نوشته، بهترین داستانی است که ایشون نوشته. منم همین عقیده رو دارم. این آقای نادر ابراهیمی است که تیکه از نامه به ایشون رو خوندم. نادر ابراهیمی هم خودش سال 1387، 15 سال پیش فوت میکنه. نادر ابراهیمی خالق چه کتابی است؟ خالق آتش بدون دوست. آتش بدون دود از یک ضرب المثل ترکمن گرفته شده که میگه آتش بدون دود نمی شود جوان بدون گناه. آتش بدون دود، یادم یه سریالی وقتی من به دنیا نیومده بودم ساخته بودن، تو تلویزیون پخشش میکردن. من کتابو شاید چند باری خوندم، هر بارم میخونم گریم میگیره، میگم کجاش گریم میگیره. اما این کتاب شاهکار شروعش، من هیچ کتابی در فارسی ندیدم شروع داستان به این زیبایی، به این معجزی باشه. اولین خط کتاب میگه گوکلان به یموت دختر نمیدهد و از یموت دختر نمیآورد هنوز هم. گوکلان و یموت دوتا قبیله ترکمن بودن که در ترکمن صحرا با هم چیز داشتن، رقابت داشتن. حالا در اون زمان از همدیگه هم میکشتن. یموت یه قهرمانی داشت به اسم گلنوجا و گوکلان دختری داشت به اسم سولماس که این دوتا عاشق هم میشن و کتاب اول ماجرای عشق این دوتاست. من این تیکر از کتاب میخونم براتون. بویان میش یه پسری بود که دوست گالانوجا بود. گالانوجا و بویان میش سابقه داشتن که چجوری شد با هم رفیق شدن که توی کتاب توضیح میده. گالان همون گالانوجا، گالان که کمتر فرصت میداد کسی جملهش را تمام کند، میگذاشت تا بویان میش هر چقدر که میخواهد حرف بزنه. گرچه بویان میش جوان مرد ببخشید جمله خیلی خواهی خیلی مزرد. آقای اجازه، صداتون یه مواقع قطع و وصل میشه. میخواستم ببینم فقط مشکل از منه یا اینکه اگر که سرکار خانم مواسات یه نگاهی بکنم ببینن همیشه صاف و شفاف، یه لحظه های پرش داره. خانم گوجی نگار، ما اینجا مشکلی نداریم عزیزم، احتمالا وضعیت شماست، شاید اینترنت شما قطع و وصل میشه. شرمنده هم اگر صدای من قطع و وصل میشه و سعی میکنم که یک نواختر حرف بزنم، خودمو به میکروفون نزدیک دور نکنم، واضح تر باشه. به هر حال آرومتر میگم، شاید صدا بهتر بیاد. ولی آقای دکتر مشکلی نیست، بفرم. باش
داشتم یه تیکه از چی رو میخوندم، از کتاب آتش بدون دود. برای چی آتش بدون دود اومد توی کار؟ برای اینکه تکه از نامه ابراهیم گلستان به نویسنده آتش بدون دود آقای نادر ابراهیمی رو خوندم که توی اون نامه من اون تیکه رو استفاده کردم برای اینکه شخصیت آقای ابراهیم گلستان رو بگم. و چون سخن رسید به آتش بدون دود، به نادر ابراهیمی و کتاب آتش بدون دود شاهکارش، این تیکش رو دوست داشتم که برای شما هم بخونم. گلن یا گالان که کمتر فرصت میداد کسی جملهش را تمام کند، میگذاشت تا بویانمیش هر چقدر که میخواهد حرف بزند. گرچه بویانمیش جوان مرد تک جمله های ناب بود، نه وراج. بویانمیش چند سال پیش که هنوز با گالان رفاقتی نداشت، او را از مرگ مسلم نجات داده بود. گالان تیرش را انداخته بود و تفنگ خالی در دستش مانده بود. تک و تنها و یک گوکلانی تفنگ کش قراول رفته بود که گالان را بیاندازد. اما بویانمیش نوجوان از گرد راه رسیده بود، راه گلوله گوکلانی را با تن خود بسته بود و به سرعت قریب خنجر کشیده بود و انداخته بود و گوکلانی پیش از آن که ماشه را بکشد سرش روی زین خم شده بود. گالان خیره به بویانمیش نگاه کرده بود و پرسیده بود: اسمت چیست پسر؟ اسم من به تو مربوط نیست گالان. اگر کمی دیر جنبیده بودم حالا نبودی تا بتوانی اینطور اسمم را بپرسی. اما خاطرت باشد من کسی هستم که خنجرم سریعتر از سرب داغی که از تفنگ تو در می آید در سینه دشمن می نشینم. تو برای خودت مردی هستی و یک پا گالانوجایی. اینو گالانوجا میگه. مال هر اوبهی هستی، اوبهت را رها کن، بیا پیش من زندگی کن. اما به یک شرط، دیگر هرگز تنت را سپر تن من نکن. گلولهی که مال من است نباید در تن تو بنشیند. میفهمی؟ تو هم گالانوجا، یک پا بویان میشی برای خودت. میایم توی اوبه تو زندگی میکنم، چون شنیدم که عقلت به قدر زورت نیست. عقل من و زور تو کارها خواهد کرد گالانوجا. بعد از این ماجرا، ماجرای دیدن گالانوجاست و سولماست و بعد عاشق شدن و چلنج کردن، به چالش کشیدن گالانوجا که میگه اگر منو از چادر پدرم به دزدی من مال تو میشم، و این اتفاق میفته. در این راه دوتا برادرای گالانوجا کشته میشن و این کینه یموت رو تا ابد و داره، آخرش هم یموتی ها میکشنش و الاخر داستانش رو خودتون بخونید. این شجره نامه رو اینجا گذاشتم برای اینکه ببینید ابراهیم گلستان که اینجا سیاه شده وسط، یعنی با سیاه نوشته شده، کجاست. ایشون پدرش و پدر بزرگش آخوند بودن، سید محمد شریف تقوی شیرازی در شیراز پدر بزرگ ایشون بوده و بعد سید محمد تقی تقوی شیرازی هم پدر ایشون بوده. بنابراین اسم ایشون گلستان نیست، اسمش ابراهیم یا سید ابراهیم تقوی شیرازیه. یک بنگاهی برای فیلمبرداری میسازه به اسم استودیو گلستان و یه مدتی هم روزنامه‌ای داشته به اسم روزنامه گلستان و به این هوا ایشون به گلستان معروف میشه، اما همچنان اسمش همون تقوی شیرازی است. ایشون با فخری گلستان ازدواج میکنه و حاصل کار لیلی گلستان و کاوه گلستان است که کاوه گلستان رو شرحش دادم. خودش سید کاوه تقوی شیرازی بود که عرض کردم در عراق کشته شد. لیلی گلستان هنوز امیدوارم سالهای سال زنده باشن، الان 80 سالشونه و هنوزم پرکارن. لیلی گلستان هم برای خودشون خط و ربطی دارن. این ماجرایی که دو ماه پیش سر زد از لیلی گلستان که اسمشون رو دوباره آورد سر زبان ها، اون کامنتی که ایشون داده بود ناشایست برای خانم شهناز تهرانی و بعد جوابی که گرفته بودند و بعد ایشون بدون عذرخواهی کردن گفتن که دست کس دیگه‌ای بود این پیامو داده و غیره، خودتون بهتر میدونید، من از این میگذرم. فرزند نه آقای کاوه گلستان که با هنگامه گلستان یا هنگامه جلالی با اسم واقعی زندگی کردن یا ازدواج کردن، بچهشون مهرک گلستان
خواننده است در انگلستان، فکر میکنم رپ میخونه، و از اون طرف آقای مانی حقیقی که فرزند لیلی گلستان است برای خودشون توی هنر شناخته شده است. آقای ابراهیم گلستان دو برادرم دارن، شاهرخ گلستان و ایرج گلستان، که هر دو دستن در کار هنر هستند و کم و بیش اسمشون رو شنیدیم. لیلی گلستان در مورد پدرش این رو نوشته، میگه پدرش را چنان ملغمه ای می دانست که نباید زیاد درگیرش شد، چرا که ممکن است پسش بزنی. باید جرعه ای از دریایش نوشید و دور شد. دریای طوفانی که در عمر 98 سالش سرشار از موجهای سهمگینی بوده که روانه دیگر بزرگان ادبیات کرده است. ابایی نداشته و ندارد از صراحت لهجه با تندترین الفاظ. احمد شاملو، جلال آل احمد، محمود دولت آبادی، ناصر تقوایی، پرویز ناتل خانلری، احسان تبری و نجف دریابندری را از دم تیغ گذرانده. اخلاقش خاص بوده و هست. تأثیرگذار بوده و هست. او و بعدش بهرام بیضایی را از اندک سخنوران ایرانی می دانند که هم در سینما و هم در ادبیات به یکسان پیشرو و سرآمد بودند. از نخستین نویسندگان معاصر ایرانی است که برای زبان داستانی و استفاده از نثر آهنگین در قالب‌های داستانی نوین اهمیت قائل شد. نقشش در سیر پیشرفت داستان معاصر فارسی را می‌گذارند کنار محمد علی جمالزاده و صادق هدایت. یک کمی غلو داشت این تحسین از پدر، ولی به هر حال از دختر همیشه شایسته است که چنین تحسینی بکنه. این به مناسبت تولد 98مین سال زندگی آقای ابراهیم گلستان نوشته شده بود. حالا اون صراحت لهجه و اینکه کسی رو قبول نداشته و اگر از کسی یا کاری خوشش نمی اومده یا به استانداردهای ایشون نمی خورده صراحتا می گفته، توی اینجا توی این ویدیو خواهید دید. ابراهیم گلستان در 101 سالگی درگذشت. مردی که بقای یک قرن اخیر ایران را به چشم خود دید و با بسیاری از شخصیت‌های سیاسی، ادبی و هنری از نزدیک کار کرد و برخورد داشت. گلستان چه زمانی که در ایران بود و چه زمانی که قبل از انقلاب ایران را ترک کرد، شخصیتی جنجالی داشت و همواره نظرات صریح و متفاوتی درباره شخصیت‌های مختلف مطرح می‌کرد. نظراتی که در چند کتاب به ویژه نوشتن با دوربین ثبت شدن و در ادامه بعضی از اونها رو میشنوید. دریابندری کجاش روشن فکر بود؟ اگر بعد از انقلاب شده باشد من نمیدانم. تا وقتی او را میشناختم میدانستم که چیزی نمیداند. با همه علاقه و محبتی که من برای او داشتم، چه در وقتی که حبسش کرده بودند، چه وقتی که در دستگاه من کارمند بود و کاری نمی کرد، و چه بعد که یک ترجمه را 3 بار یا 2 بار گم کرد تا به اسم مترجم آن کتاب زخم زده باشد، گفتن ندارم. فکرش کجا بود؟ من اصلا شاملو رو به چشم نمی شناختم. فقط می دونستم طوسی حائری زنشه. شاملو که زبان نمیدونست، طوسی زبان فرانسه میدونست. طوسی زن خیلی خیلی فوق‌العاده‌ای بود که البته خیلی هم باش بد رفتاری شد. تمام ثروتشو بالا کشید و بیرونش کرد از خانه و از اسم منتقد ایرانی صرف نظر کن. این کلمه نقد و منتقد ایرانی از انتقاد نمیاد، از نق نق میاد. این لغت منتقد ایرانی، منتقد ایرانی نقنق بچگانه خودشو کرده و بچه های بعدی به 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 او گفتن. از سالهای 30 به بعد بخوای نگاه بکنی، فقط یک شاعر توی مملکت بوده که دیده روز داشته و اون نیما بود و کس دیگری نبود. در اون سالها نصرت رحمانی و مهدی اخوان ثالث آدم های اصلی شعر هستند و بچه های توده‌ای که درجه پایین اهمیت قرار دارن مثل سیاوش کسرایی و آدمی که به کلی و اصلا به نیما ارتباطی نداره و خودش توانایی شعر داره مثل هوشنگ ابتهاج. ببین فوش خواهر و مادر هم به من داده. نمیدونم برای چی فوش میده و اون چیزها رو مینویسه. در همون حال منو قیم خودش میکنه.
و این از یک عدم تعادل فکری حکایت میکنه. تو اگر به من بدی میگی و میگی که من آدم پست و بیشرفی هستم، چرا وصیت میکنی که من وصی اموال تو باشم؟ حالا احمد اپوزیسیون نبود، چیزی نمیگفت، کاری هم نمیکرد، حبس رفت، شکنجه دید، دعوتش میکردن به هر کجا، او هم میرفت، دعوت کسینجر رو قبول میکرد، دعوت زیردستای قزمی تا روسی رو هم قبول میکرد. حالا هر کی هر چی میخواد تعریف کنه، تو بگرد یه حرف منطقی، یه پیشنهاد سازنده در کاراش پیدا کن نشونم بده. اپوزیسیون که نه یعنی فوش دادن، شعبان جعفری هم فوش میداد، کتکم میزد، اپوزیسیون بود. اون ارزش نداره، یه چیز میسازه میگه مثل او ساختم، مثلا باجن که راجب زاره، اصلا پرته، اصلا مایه فکری جستجو شده توش نیست. میخواستم آدم بشه، روش کنه، خب پرت بود. پسره اومد توی استدیوی من کار یاد بگیره، دو نفر رو گفتم آقا ول کن برو، یکیش او بود، نمیتونست کار کنه. بچه ها ساعت 7 صبح میمدن سر کار، اون ساعت 11 با چشمای باد کرده میومد. چرا؟ چون تمام شب رفته بود توی بار مرمر نشسته بود، زبان نمیدونه، سوادم نداشت. من به کیمیای علاقه دارم و عقیده دارم در همه این مدتی که او در حال فیلم سازی است، نخواسته خودش رو از محیطی که در اون گرفتار شده بیرون بیاره. اون قربانی محیط خودش شده و دلیلی نداره که حرفای خودش رو مدام تکرار کنه. یادم میاد در صحنه‌ای که من و فروغ در باغ قیطری مشاجر ما میشد و من برای آنکه بازی‌ها به دلخواه گلستان درآید 16 بار به فروغ سیلی زدم. فروغ با فیلمبرداری این صحنه از محوطه دور شد و من واقعا ناراحت شدم. هر کی هم شعر نمیفهمه میگه، مثل اون مردی که در تگزاس استاد فارسی شده، برای اینکه ثابت بکنه که نادرپور خیلی خوب شعر میگه، شعری که نادرپور راجب سهراب گفت برای من فرستاده بود. خب احمق نمیدونه که این شعر شعر خود سهراب، تمام سطرهای شعر سهراب آورده توی شعر خودش، گذاشته به یاد سهراب. یک جور خط تأکید و تأیید هست زیر زندگی. اگر مرگ نباشه اصلا زندگی بی‌معنی است، یعنی اصلا معنی نداره زندگی. هم تو یه چیز هست، وقتی تا خورشید تو آسمون هست خورشید هست، وقتی از بین بره نیست. من هرگز دلم میخواد بمیرم، ولی خواهم مرد. میدونم اعتقاد من به اینکه مهم نیست، من خواهم مرد، همه خواهم مرد، همه میمیرم. اینم از آقای ابراهیم گلستان که طرز بیان یا قضاوت راجع به دیگران رو اینجا دیدید. کمتر کسی بود که ایشون بپسنده و تایید بکنه، یکی از اونها آقای کیارستمی که جلوتر میبینیم، ولی نگاهش راجع به خیلی هایی که ممکنه ما بهشون ارزش بدیم در ادبیات و در هنر ایران زمین، ایشون قبولش هم نداشت، یا بی سواد میخوندش یا ناکارآمد میدونست. میگه در دنیا سهمگین‌تر از این چیزی نیست که آدم اعتراف کند مقصر است و خود را محکوم سازد. نه، هرچه که پیش میآید بیاید، اما مبادا که خود را محکوم بیابی. آدم که پیش خود سرفکنده باشد دیگر تمام شده است. وقتی درباره وضعیت روشنفکری در ایران از او پرسیدن، گفت مگر ما فکر هم میکنیم؟ صحبتاش طنزآمیزه و من این رو میپسندم. میگه من 50-60 سال پیش گفتگوی خودم را با آقای بازرگان نوشتم ولی چاپ نکردم. من صریحاً و رو در رو به آقای بازرگان گفتم تو میگویی سنگینی آب میکروب را زیر خودش میکشد و له میکند. کسی که ترمودینامیک خوانده آخر این چجور فکر کردن است؟ گفت خب میکشد، اما به همین سادگی به این چیزها فکر نکرده. استاد دانشگاه هم بود، آزادی خواه هم بود، ولی دیدید که چه کارهایی هم کردن و چه شد. مسئله ما عدم صلاحیت و عدم توان است. در واقع آقای بازرگان رو بی‌سواد خطاب کرده. در واقع نظر من بیشتر معطوف به روشنفکران مؤلف است که آثاری تولید کردند و از طریق آثار در جامعه تأثیراتی گذاشتند.
شخصیت های همچون احمد محمود، محمود دولت آبادی و غیره، من اعتقاد ندارم که آثار محمود دولت آبادی از جامعه اثری داشته، بلکه اعتقاد دارم آثار آقای قاضی، محمد قاضی، با اینکه به من فوشم داده بیشتر اثر داشته و حرف درست تر هم زده است. همین دو سه روز پیش یک چیز فوق‌العاده خواندم. محمود دولت آبادی تعریف کرده بود که با شاملو رفتن فیلمی دیدن و گفتن چه فیلم بدی است. شاملو درک سینما نداشت، به سناریوی چندین فیلم قزمیت را نوشت بدون اینکه اسمش روی کار بیاید. دیدش راجع به آقای شاملو خیلی بد بوده. آقای دولت آبادی به جان عزیز خودم زحمت می. آقای دولت آبادی به جان عزیز خودم زحمت میکشد، خیلی می نویسد که به قولی ارزش دارد، ولی اینها در حد درک شرایط اجتماعی نیستند، جز درک این که فلان کار بد و فلان کار خوب است. آقای محمود دولت آبادی نویسنده کلیدر هستند که کلیدر بلندترین رمان فارسی است از ابتدای خلقت. 40 میلیون بود و حالا 80 میلیون هست. همان وقت هم عده کتاب هایی که چاپ می شد چندان نبود و سواد هم برای خواندن گسترده و همگیر نبود. وقتی حزب توده میتینگ میداد 100 هزار تا آدم میریخت در خیابان ها، ولی این 100 هزار تا به اندازه ملکی یا تمدن جهرمی شعور نداشتن، نخوانده بودن. خود طبری، احسان طبری هم که هنوز درباره او حرف میزنن، نخوانده بود. 16 سالگی رفته بود زندان و در زندان هم که نمیگذاشتن کتاب هایی را که میخواست بخواند. بعد هم که از زندان بیرون آمد به خاطر سابقه زندان تئوریسین حزب توده شد. خب طفلک چیزی چندانی نمیدانست. من 6 ماه در مازندران با او کار کردم و 6 ماه هم در تهران که عضو کمیته مرکزی روزنامه رهبر و مردم بودم که من ادارهشان میکردم. من آدم باسواد و باشعوری نبودم، ولی از کتابایی که من خوانده بودم و خیلی هم نبود، مثلا از 20 تا کتابی که من خوانده بودم 10 تایش را هم نخوانده بودم. این آقای محمد ملکیه، آقای احسان طبری، اون آقای محمد حسین تمدن جهرمی که من از توضیح دادن که اینا کیان در میگذارم. اینجا دکتر ملکی، آقای دکتر ببخشید، آقای دکتر محمد بفهم. ملکی، ملکی نیست، ملکی. بسیار عالی، ببخشید. آره، آقای دکتر ملکی، بسیار. میگه فقط قوزک تر نکن، این سخن آقای گلستان، میگه فقط قوزک تر نکن. آدمی که میترسد و اصلا نزدیک آب هم نمیرود عاقل‌تر است تا کسی که به اسم شنا میرود کنار دریا یا استخر و مثل آن شاهکار چارلی چاپلین وقتی که نوک انگشت پایش را کرد توی استخر برمیگردد و با حوله همه تنش را که تر نشده است خشک میکند و حتی آبی را که به گوشش نرسیده با انگشت در گوش کردن و روی یک پا جستن در می آورد. احمد رضا که می ترسد و از بحث می گریزد، البته این عیب را دارد که خودش را برای مقابله با حرفها زیاد آماده نمی کند، اما منطقی تر رفتار می کند تا آیدین، منظور آیدین آقداشلو که این پایین عکسش رو می بینید، تا آیدین که با همه هوش و به کمک هوشی که دارد و در نتیجه فکر می کند همه چیز را فهمیده است، هرچند برای فهمیدن کوشش زیاد نکرده، با کمک این همه هوش چرت می گوید یا چرت می گوید. اینجاست که آیدین آقداشلو چرن می گوید. یک وقت در 20-30 سالگی چرن می گفتی، اما از آن به بعد هم وقت داشته ای که کمتر چرن بگویی، یعنی خودت را بسازی تا چرن نگویی. حالا تو آقا خله، بگو سرد و گرم و از این حرف هایی که انقدر شعور داری که اگر درشان مداقه کنی پوچ بودنشان را در میابی فورا. اما میفتی روی خط آماده، لیز میخوری به جایی که بیفکرها باید در آن لیز بخورن. دل آدم میسوزد که آن کس هم که فکر میکرده ای شعور دارد و می تواند از شعورش بهره های فراوان برد، سریده است در روال و رسم جاری بیفکر، یعنی فاسد. بخشی از نامه ابراهیم گلستان به آقای آقداشلو، چون متن نامه است، یک کمی گویش توشه، متن کتابی نیست،
خوندن منم ضعیف، منو ببخش. این تکه رو یک دقیقه است از فیلمی که خانم فرخزاد ساخته در مورد جذامیان. مطلب زیبایی توی این تکه است، دوست دارم بشنوید. چرا باید برای داشتن پدر و مادر خدا را شکر کرد؟ من نمیدانم، من هیچ خودم ندارم. تو اسم چند تا چیز قشنگ رو بگو. ما، خورشید، گل، بازی. تو حالا اسم چند تا چیز داشته بگو. دست. خانم فرخزاد در اون موقع در استودیو گلستان کار میکردن و مأموریتی از دولت میگیرن برای اینکه فیلم مستندی در مورد جذامیان که در یک دهی نزدیک تبریز نگهداری میشن بسازه. ایشون به اونجا میره و این فیلم رو از اونجا میسازه. نکته این که معلم آموزگار اینجا از دانش آموز میپرسه که چند تا چیز زشت رو بگو، میدونید که یا شنیدید که جذام دست و پا و صورت رو آسیب میزنه و این ستا رو جز چیزهای زشت این آقا نام میبره. به هر حال این فیلم فیلم معروفی است، خیلی بهتر از اونی که انتظارش میرفت این فیلم ساخته شد. یک روز ظهر می آمدم خانه، دیدم بابا عصا زنان می رفت. گفتم بابا کجایی تو؟ گفت از من که حال نمی پرسی. گفتم حالا کجا بودی؟ گفت خانه. گفتم آنجا چرا نماندی پس؟ گفت نه می روم. می روم دیگه. گفتم اه موقع ظهری؟ گفت پیرزن تنها. گفتم او ظهرها همیشه تنها بود. گفت حالا همیشه نیست. گفتم خب حالا بیا نهار بخور بعد می روی دیگر. گفت بابا آنقدر ما نهارها خوردیم. دیدم اصلا نمیخواهد. گفتم پس کی دوباره میایی؟ نگاهم کرد. گفتم خب پس چرا نمیایی؟ نگاهم کرد. گفت ای بابا ما را دیگر نمیخواهند. گفتم کی گفته؟ کی تو را نمیخواهد؟ کی گفته؟ گفت بابا وقتی که پیر شدی از نگاه میفهمی. یه تیکه‌ای از کتاب این حکایت از روزگار رفته بود و قشنگ بود، من پسندیدم. میگه از هیچ تعریف و تحسین یا فحش و دشنامی خوش یا دردتان نیاید، حتی برای یک لحظه. نه بترس از دست و کار کارشکنها و نه امید یا پذیرش داشته باش برای در باغ سبز نشان دادن های هر کس دیگر. نه گول مت خارجیان را بخور، نه از کلوخ پرانی حقیر حسودان داخلی برنج. اگر در این میانه بد شنیدی و کج دیدی، نگذار حس تلافی و پاسخ تو را بیندازد در چاه فاضلاب. خواستیم اگر جواب بگویی، اجازه نده این جواب دادن بنشیند به جای کار اصلی تو. این تکه از نامه گلستان به عباس کیارستم است. بقیه داستان، بقیه نامه اینجاست، خودتون بخونید، من ازش میگذرم. این آقای کیارستمی است که کیارستمی یه چیز قشنگ داره و من خیلی دوستش دارم. میگه از ستم روزگار پناه بر شعر، از جور یار پناه بر شعر، از ظلم آشکار پناه بر شعر. من اینو همیشه به یاد دارم و خیلی میپسندم از آقای کیارستمی رو. برای کیارستمی از معدود افرادی بود که آقای ابراهیم گلستان تاییدش میکرد و میپسندیدش. خاطره از ابراهیم گلستان، میفهمید کی گفته اینو. مدتی پس از آنکه مستندی برای انتقاد از حکومت حاکم آن روز درباره کارگران صنعت نفت در جنوب ساخته بودم، روزی به من اطلاع دادن که شاه، محمد رضا شاه رو میگه، میخواهد من را ببیند و من را به کاخ دعوت کرد.
ابتدا کمی وحشت کردم که حتما شاه میخواهد من را به خاطر ساختن این مستند سرزنش را توبیخ کند و دچار درد سر بشود. برای دیدار با شاه به کاخ رفتم. شاه در حیات چشم به راه من بود و با هم در باغ قدم زدیم. حدسم درست بود. شاه مستند را دیده بود و دوست داشت راجع به آن با من حرف بزنم. در این گفتگو اما شاه کوچکترین انتقادی از من نکرد که چرا این مستند تند را علیه او ساخته بودم و با روی گشاده و با لبخندی بر لب با من صحبت میکرد که مرا شگفت زده کرد. برای خداحافظی ادای احترام میکردم و خواستم بروم که شاه ناگهان برگشت و گفت: راستی آقای گلستان، اون بخش آخر فیلم که گفتی سهم کارگران از این نفت گرما و بوی بد و بیماری است، تا زمانی که من و شما در این مملکت هستیم مطمئن باش اجازه نمی دهیم سهم کارگران چنین باشد و چنین نخواهد بود. در آن لحظه بغض شدیدی همه وجودم را فرا گرفت و عرق شرمی بر روی صورتم نشست که چطور آن همه دروغ به این مرد بزرگ نسبت می دادن و من هم به نوبه خود در آن شریک شده بود. امروز هم پس از گذشت دهه ها از فقدان پادشاه ایران، هرگاه یاد آن سخنان پادشاه می افتم نمی توانم خود را کنترل کنم. مردی تا آن حد باهوش و تنها کسی بود که دقیقاً پیام اصلی فیلم را که در ذهن خودم بود دریافت بود. کسی که آنقدر مردم و کشورش را عاشقانه دوست داشت چرا باید گرفتار چنین تراژدی غم‌انگیزی می‌شد؟ این تیکرم از گفته های آقای گلستان بود. مستند سفارشی هم گفته است. در همه آن فیلم ها با تسلطی که او به کلمه دارد گفتار متفاوت است. چنان که در فیلم آتش یا در گفتار فیلم مستند موج و مرجان و خارا، همان فیلم که هنوز گلستان متأثر می شود وقتی به یاد می آورد که محمد رضا شاه تنها کسی بود که نکته گفتار پایان فیلم را دریافت. آنجا که گلستان نوشته بود از این ثروت جز شیاری کفالود نصیب مردم نمی شود. رفتم جلو، خیلی چیز کرد و خیلی اظهار خوشحالی کرد و بلند شد و راه افتاد. منم با تبرش می رفتم دیگه. ما رفتیم در طول های مرتب رفتیم تعریف کرد که این طوره خوب نمیدونم داشت سبک سنگین میکرد که بگه این حرف رو یا نگه این حرف رو چی. بالاخره آخرش که هم دیگه قدم میزدیم گفت که چون واقعا هنوز برای من تأثیر آدم متأثر میشه، یه آدم باهوش اینجوری که بفهمه و بعد نتونه کار اداره بکنه. تراژدی شخصی خودشه به هر حال، اقل تراژدی شخصی خودشه دیگه. و من گفت که اما آقای گلستان راجب اون چیز آخر فیلم گفتید شما، تا وقتی من توی مملکت هستم و آدمای مثل شما هستن نمیگذاریم که حالا این موقع که شیار کفالوت نصیب ما باشه. من باور کنیم هنوز که هنوز هست، الان چند سال از این واقعه گذشته، هنوز از یادآوری این واقعه من همین تعجب میکنم، همین ناراحت میشم. اشاره به آخر فیلم موج و مرجان، برای اونم اشاره به این است که اول فیلم گذاشتم که اون ماهی ها که دارن چیز میکنن، جمله اول فیلم این است که چه میجویی؟ گل دریا به این ماهی ها که داره، گل دریا نورم نوری فلان 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 سوال داره میکنم از ماهی ها، بعد جواب میدم که در دیار دریا دورند از غم اندیشه. فکر نمی کنم غم اندیشه ندارن، دلواپسی اندیشه ندارن. خب من نگه میدارم، بقیهش رو توی آرشیو بی بی سی هست، روی یوتیوب هم میتونید این مصاحبه رو که آقای بهنود کردن با ایشون بشنوید، من ازش میگذارم. به همان خاطر که زبان تندی داشت آقای گلستان و صریح صحبت میکرد، دشمن فراوان داشت، هنوز هم داره، دوست هم داره، دشمن هم داره. این تکه رو دوست دارم بخونم، اگرچه این تکه پاره شده یه قسمتیش، از آقای رضا براهنی است در مورد آقای ابراهیم گلستان. برای 96 سالگی آقای گلستان نوشته و این در اون کتاب جوی و دیوار و تشنه آقای گلستان آوردتش. میگه
به زنی 50 ساله میماند نصر ابراهیم گلستان، زنی 50 ساله که به علت پیری سخت شیک می پوشد، قدش را راست نگه می دارد، زیباترین عینک دنیا را می زند که کمسوی چشمش را بپوشاند و بلندترین چکمه ها را برپا می کند تا اعوجاج پاها را از چشم مردم دور نگه دارد. و خلاصه صنعت بر صنعت، تکلف بر تکلف و چرا نگویم هنر، هنر بر هنر می افزاید تا خلأ درون، خلأ نهایی اعماق انسانی نابینا بر مصائب بشری مخفی بماند. برای اینکه نیم قرن زندگی بر این آب و خاک، نیم قرن زندگی بی‌اعتنا به زندگی این آب و خاک توجیه شود. و چرا توجیه نمی شود؟ و چرا از معروفترین نویسنده معاصر گرفته تا جوانترین خواننده ادب ایران نمیتوانند آقای گلستان را حتی برای یک لحظه، میگویم یک لحظه، بپذیرند؟ و چرا آقای گلستان به رغم کتابهای بسیار شیکش هنوز فروش نمی رود؟ هنوز نمیتوانند آقای گلستان را حتی برای یک لحظه، میگویم یک لحظه، بپذیرند؟ و چرا آقای گلستان به رغم نخوندم 200 نفر بیشتر قصه های آقای گلستان را نمی خوانند و هنوز تصوری که از گلستان دارند مردی است اخم کرده در برج آجی مخفی که گهگاه از روزن حقیر خود بیرون را بیخیال می نگرد و گهگاهی خبری از فیلمش شنیده می شود و گاه سیل دشنامش به نویسندگان زنده و مرده معاصر نه از روبرو بلکه از نمیشه خون پشت سر احتمالاً، مبادا خدای نکرده مشت آن گلستان و الاخر. برای این نامه رو من نتونستم نسخه بهتری پیدا بکنم که اون تکه افتادش باشه. این را آقای براهنی راجب گلستان گفته، من ندیدم که آقای گلستان راجب براهنی چیزی گفته باشه که اینطور آقای براهنی رو آشفته باشه. در ایران آدم های قدر نشناس زیاد هستند و این را خود ایرانی ها هم می دانند. طرف از خانهش می آید بیرون و با غرور می گوید من ادبیات می دانم، یا از خانهش می آید بیرون و می گوید من سینما می فهمم و اصلا معلوم نیست از کجا این فکرها به سرشان می زند. همین الان پس از گذشت 60 سال مثلا مقالاتی که آدم های کمدان در مجلات ایران را می نویسند را بخوانید، ببینید چه مهملاتی می نویسند. حد اکثرش خیلی زور بزنند، یک چیزهایی را مدام تکرار می کنند و اینطور کارها آقا شعور لازم دارد که امثال کیارستمی داشته. آدم که نمی شود مثلا خودش را شبیه فریدون بزک کند که چی مثلا در خانه عمه‌اش کتاب خوانده یا یک فیلم ده. یاد گرفتن کار سهل و ساده ای که نیست، یک مقوله مهم است و هاها و هوهو کردن الکی و تعریف و تمجید هم کار به جایی نمی برد. باید کار کرد، متن خواند، شعور داشت و فهمید تا یک نفر مثل عباس کیارستمی به وجود بیاید. شما الان یک نگاه به وضعیت ترجمه شعر در ایران بیندازید. طرف آمده شعر از زبان یوگسلاوی ترجمه کرده و آن نادان نمیداند که اصلا زبانی به نام یوگسلاوی وجود ندارد. این آدم که مرد اسمش را سخت به خاطر میآورم، اعتمادزاده یا بهازین، او مترجم بدی نبود اما بد میفهمید. او کتابی را ترجمه کرده و یک آقایی که شاملو نامی بود، همین آقای شاملو، و گفته میخواهی آن را بازنویسی کنم. خب من هم گفتم تو بی رفت میکنه که میخوای بازنویسیش کنی، تو کی هستی که از این غلطها هم بلد باشی؟ حد اکثرش این است که اعتمادزاده فارسیش بد بد باشد و تو میخوای فارسیش را خوب کنی، اما فارسی خودت هم بد است و اعتمادزاده هم فارسیش بد نبود. خبرنگار میگه شما با شاملو مشکل شخصی دارید اما او شاعر بی‌نظیری است. شما هم بی ربط زیاد میگویید. این رو گلستان به مخبر میگه، به خبرنگار. شما هم بی ربط زیاد میگویید و این یک اپیدمی است در ایران و من هم وقتی کسی میخواد بی ربط باشد حوصله‌اش رو ندارم. حوصله‌اش رو ندارم از چاه بیرونش بیاورم. خیلی توان داشته باشم سعی میکنم مثل شماها نباشم. یک بار گفتم شاملو مرد، خودش و شعرش هم با هم دفن شدن. این دیدگاهش راجب شاملو.
یک فیلم 2-3 دقیقه‌ای از کتابی به نام ماهی و جفتش، که این کتاب ماهی و جفتش این داستان ماهی و جفتش یکی دو صفحه است و فیلم هم 3 دقیقه بیشتر نیست. این فیلم رو کارگردانیش آقای اخوان سالس انجام داده. بد نیست بشنوید، داستانی است، یک تکه نوعی توش داره. مرد به ماهی ها نگاه می کرد. ماهی ها پشت شیشه آرام و آویزان بودند. پشت شیشه برایشان از تخت سنگ ها آبگیری ساخته بودند که بزرگ بود و دیوارش دور می شد و دوریش در نیمه تاریکی می رفت. مرد در ته دور روبرو دو ماهی را دید که با هم بودند. دو ماهی شاید از بس با هم بودند همسان بودند، یا شاید چون همسان بودند همدم بودند. آیا ماهی همزادی دارد؟ اندیشید هرگز این همه یک دمی ندیده بوده است. هر ماهی برای خیش شنا می کند و گشت و گذار ساده خود را دارد. در آبگیرهای دیگر و بیرون از آبگیرها، در دنیا، در بیشه، در کوچه، ماهی و مرغ و آدم را دیده بود و در آسمان ستاره ها را دیده بود که می گشتند، می رفتند، اما هرگز نه این همه هماهنگ. یک پیرزن که دست کودکی را گرفته بود آمد و پیش آبگیر به تماشا ایستاد. ببین اون دوتا چه قشنگ با همه. کدوم دوتا؟ اون دوتا، کودک گفت. دوتا نیستن، یکیش عکس.
گوشای آبگیرهای دیگر. بسیار عالی. برداشت از خودتون پچه خواست بگه، ولی یه داستان ماهی و جفتش. راوی داستان آقای خسرو شکیبایی بود که صداش بسیار عالیه، خیلی میپسندم. میگه در ما نه چشم داشتی بود، نه ترسی، نه امیدی، فقط آرزوی دوردستی. سخن از خانم فروغ فرخزاد بود که یک رابطه‌ای بین ایشون بود و ابراهیم گلستان، که خود ابراهیم گلستان میگه این رابطه به کسی مربوط نیست و نه راجبش هم حرف نمیزنم، منم به احترام ایشون حرفی نمیزنم. بیایید به آواز کسی که در بیابان بیراه میخواند گوش دهید، آواز کسی که آه میکشد و دستهای خود را دراز کرده میگوید وای بر من، زیرا که جان من به سبب جراحاتم در من بیهوش شده. و تو ای فراموش شده ی روزها که خیشتن را به قرمز ملبس می سازی و به زیورهای زر می آرائی و چشمان خود را به سرم جلا می دهی، به یاد آور که خود را عبث زیبایی داده ای به سبب آوازی در بیابان بیراه و یارانت که تو را خار شمرده اند. این صدای خانم فروغ فرخزاد بود، متن هم از خود ایشون بود. تکه دیگری از فیلم خانه سیاه هست، اونی که قبلش دیدید آموزگار از دانش آموزا سوال میکنه، اینم یه تکه دیگری بود. همه فیلم همه جا در دسترس، میتونید روی یوتیوب بقیهش رو ببینید. به آخر کار آقای ابراهیم گلستان نزدیک شدیم. یک شعری رو آقای اسماعیل خویی در وصف آقای گلستان سروده، به مناسبت تولد ایشون بوده و من دوست دارم اینو بخونم. خودم آقای اسماعیل خویی رو دوست دارم و این رابطه دوستی این دوتا نشون میده که ابراهیم گلستان هم آقای خویی رو میپسنده. حالا میگم چرا آقای خویی رو دوست دارم، قبلا گفتم، یه بار دیگه تکرار میکنم. میگه به پاکی و به روانی به آب میمانی، به مهربانی با آفتاب میمانی. این با آفتاب منظورش به آفتاب، ضرورت شعری ایشونه. کسی حمال ندیدم تو را به بیداری، با آنکه دیدم او را به خواب میمانی. تو گوهری که گم آمد به هفت اقیانوس، شگفت نیست اگر دیر یا میمانی. نمی شود از دل برانمت یک دم، نه نمی شود از دل برانمت یک دم، به شعر مانی با اضطراب میمانی. به تاب و تب فکنی گرم و روشنم داری، خوشا که هم به تب و هم به تاب میمانی. برای دوست شدن چون خودی مجوی، ارنه تو نیز همچو خدا در عذاب میمانی. یعنی تنها میمانی. نشان دهی همه کس را به خیش آینه وا، و باز از همگان در نقاب میمانی. بهتر باید میخوندم. نشان دهی همه کس را به خیش آینه وا، و باز از همگان در نقاب میمانی. تمام هستی ما از تو گشت زیر و زبر، درست گویم با انقلاب میمانی. به ذات پاک تو راهی نیابد آلایش، تو از تبار بلوری که ناب میمانی. نه خود شکفته میایی، توی بهار انگار، ز خویش مست شوی با شراب میمانی. به رود مانی، رفتن روال هستن توست، به عمر مانی پا در رکاب میمانی. جهان به دوشت و نشکستنیست طاقت تو، به سنگ زیرین در آسیاب میمانی. چون می نشینی اندیشگر در آرامش، به خواب گلها در ماهتاب میمانی. به جان و دل همه گاه شکی و گاه یقین، گهی به پرسش و گه با جواب میمانی. آقای اسماعیل خویی هم سال گذشته از دنیا رفت و من افسوس میخورم. خیلی هم شاعر خوب بود، هم محقق خوب بود. من
هیچ وقت فراموش نمی کنم کاری رو که آقای اسماعیل خویی با آقای محمود هومن در ویرایش کتاب حافظ دارن. این کتاب حافظ مال 1336 فکر می کنم اگه اشتباه نکنم، و همونا هستن که تمام شعر، اولا شعرهای حافظ رو قربال کردن و اونی که 100% مطمئنا مال حافظ نگه داشتن، و بعد اون رو به ترتیب سرودن، به ترتیب زمانی سرودن چیدن، که خب وقتی اونجوری میخونید خیلی از تحولات و شخصیتی حافظ توی این کتاب نمایان میشه، شعرهای جوانیش و بعد میانسالیش و بعد کهنسالیش. خیلی قشنگه، کار بی‌نظیری است، یگانه است، هیچ کس دیگه هم این کار نکرد. صحبت از آقای اسماعیل خویی شد. اسماعیل خویی یه دونه شعر زیبا دارد که این شعر زیبا رو که نشانه اعتراض است آقای داریوش بازخوانی کرده. من هم متن شعر رو میگذارم اینجا، خود داریوش رو هم میگذارم که خودش براتون بخونه. اسماعیل خویی به یادش. این شیخ که آیت ان ایران باشد، بس فتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد و یا ایران باشد. که گویی می نوروز در جام همه ریزد و در جام شما نه، وانگون شبندود که با صبح بهاری شام همگان می گذرد شام شما نه، کام همگان فتی خاص و ای خاص شما نیکتر از آم شما نه، سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل احکام نرون دارد و احکام شما نه، گوهر ماست که ما جان بهاری، ای ملت گریه به جزن آب شما نه، انگار که خورشید بهارانه ایران بر بام همه تابد و بر بام شما نه، که دام شما نه، وندر حق فرهنگ هنر پر بر ایران اکرام عمر دیدم و اکرام شما نه، کام همگان بار روا کام شما نه، ایام
خرم و ایام شما نه. سخن پایانی شاید خوشایند نباشه ولی این برداشت من. دیدن و خواندن و شنیدن همه آنچه ابراهیم گلستان در 100 سال زندگی پدید آورده، همه فیلم ها و داستان ها و نوشته ها و گفتگوهایش بیش از 2 روز وقت نمیگیرد. پیچیده هم نیست، نو هم نیست. اینو من گفتم و برداشت من اینه. همه کارهایی که آقای گلستان ساخته و نوشته و پابلیش کرده از خودش، نمیگم 2 روز طول میکشید 2 روز ساختتش، نه، سالها زحمت کشید، ولی همه محصولش رو 2 روز میتونید تموم کنید. و بیشترش هم همونجور که عرض کردم به نظر من نه پیچیدگی داره نه نوعه. بیشترش رو دیگران هم گفتن. داستان ما در مورد آقای گلستان تموم شد. باشد تا روزی ژیلا خانم زحمت بکشن در مورد کارهاش دقیقتر برای ما توضیح بدن. من فقط خواستم یک گذرا یادی کرده باشیم از ایشون که به هر حال جزء نام‌آوران فرهنگ و به خصوص سینمای ما هستن. آقای کسروی شروع کارمونه، فرصت نمی کنیم امروز اصلا برسیم به شهریاران گمنام، ولی مقدماتی راجع به آقای کسروی میگم. آقای کسروی کتاب زیاد نوشته، عمرش کوتاه بوده، در 50 و چند سالگی ترور میشه، ولی فقط یه دونه از کارهاش مثل تاریخ 18 ساله آذربایجان که بعدا شد تاریخ مشروطه ایران کافی است که ایشون رو تا پایان جهان نام‌آور ایران بکنه. بسیار بسیار کارهای دقیقی کرده، کارهایی که هیچ کس دیگه‌ای نمیتونسته شبیهش بکنه یا نکرده. همه کارهایی که کرده ایشون، نگرشش راجع به بهایی‌گری و شیعه‌گری و صوفی‌گری واقعا یکتاست، واقعا کالبد شکافی دقیقی داره. من خیلی از این کتاباش لذت بردم وقتی خوندم. بسیار باز میکنه تمام چیزهایی رو که قرار مخفی بمونه توی اون کتاب ها. بیش از اون که شیعیان به خاطر کتاب شیعیگریش ازش دل چرکین باشن، بهایی ها باید به خاطر کتاب بهاییگری ازش دل نگران باشن و دل چرکین باشن. ایشون ترجمه ها داره، خب اینجا چند تاشو نشون دادم. شهریاران گمنام مراد ماست که راجبش حرف بزنیم امروز یا هفته های بعد، هر وقت که فرصتی دست بده این داستان رو به انجام میرسیم. من بخشی از کتاب هاش رو اینجا گذاشتم، اون کتاب بهایی‌گری، شیعه‌گری، صوفی‌گری شو که اگر نخوندید حتما باید بخونید، اینجا معرفی کردم. راه رهایی برای این کشور جز مبارزه با پندارهای پراکنده و نشر حقایق نیست. آن جانفشانی که دیگران در جنگ ها به کار میبرند، ما باید در راه اینها به کار بریم، یعنی نشر حقایق. دشمن بزرگ ما این گمراهی هاست، باید با همه توانایی خود با آنها بجنگیم. میدونید که ایشون مثل آقای ابراهیم گلستان پدرشون آخوند بودن، خودش هم تا مدت ها عمامه و لبا عبا داشته و بعد حالا میفهمه که اینا مثلا کلاهبرداریه، اینها دروغه، اینا شارلاتانن، میذاره کنار و بر علیهشون کتاب مینویسه یا به قول خودش روشنگری میکنه. یه در سالهای اخیر که دانش‌های اروپایی در ایران رواج یافت، ملایان شیعه تنها بهره‌ای که از آن دانش‌ها بردن این بود که بگردند و حدیث‌های پیدا کنند و آنها را به رخ جهانیان کشند و چنین گویند این را فلان امام آگاهی داده بود. به نوشته حبت الدین وزیر فرهنگ عراق، ستاره شناسی نوین تازگی نمی‌دارد. همه آن در آیه های قرآن فهمانیده شده و در حدیث ها یادش رفته. به نوشته خالصی زاده، نیروی کشش یا قوه جاذبه را امامان می دانستن و در گفته هاشان باز نمودن و بسیار دور از دادگری است که اروپاییان آن را از نیوتن انگلیسی نوشتن. این کتاب شهریاران گمنام که همجور که عرض کردم ما امروز نمیتونیم بریم داخلش، به قلم آقای کسروی، یکی از مهمترین کارهای پژوهشی در زمینه تاریخ ایران پس از اسلام میشه. کسروی در اواخر سال 1307 به نگارش این کتاب پرداخت که شامل پژوهش‌های مستند درباره چند خاندان پادشاهی ناشناس و گمنام ایرانی پس از اسلام است. کسروی در مقدمه شهریاران گمنام با اشاره به این موضوع که ابهام‌های بسیاری در تاریخ پس از اسلام وجود دارد و
در مورد خاندانهای پادشاهی ناشناس اطلاعات کم و پراکنده ای موجود است به ذکر تحقیقات خود درباره برخی از خاندانهای نامعروف ایرانی پرداخته. او در ادامه تحقیقات خود را شامل برخی از حکمرانان که شرق شناسان نیز آنها را نشناختند و او آنها را زنده کرده و نیز گروهی دیگر که دارای تحقیقات ناقص و دارای لغزش بودند و او به تصحیح آنها اقدام کرده برشمرد. کسروی در بخشی از همین مقاله با اشاره به انجام رسانیدن سه بخش از کتاب از نگارش بخش های چهارم و پنجم و ششم و هفتم در آینده خبر داده است، اما موفق به نگارش آنها نشد. جلاد زمانه خمینی فتوای مرگ کسروی رو صادر کرد و بعد یه آخوند دیگری نواب صفوی رو مأمور کشتن کسروی کرد که در 28 اپریل 1945 او یعنی نواب صفوی با کسروی در خیابان دیدار و به او شلیک کرد و با این شلیک کشته نشد، جان به در. دولت قوام السلطنه نخست وزیر نمیخواست دشمنی روحانیون را برانگیزد و نواب صفوی را تنها به 3 هفته زندان محکوم کرد. یکی از مسخره ترین تئاترهای ایرانه، یه نفر به قصد کشت به یکی شلیک کرده، جرأت نکردن زندانیش کنن، آزادش کرد. دو تن دیگر از تروریست های مرید نواب صفوی در 11 مارچ 1946 خود را به طبقه سوم وزارت عدلیه دادگستری میرسانند، وارد اتاق او میشوند و او را میکشند، نه تنها با گلوله، با 27 زخم چاقو هم. کسروی در هنگام مرگ 57 ساله بود. اگر این آقای کسروی 100 سال عمر کرد، اینقدر کارها ازش در میومد که حد نداره. در 57 سالگی در اوج شکوفایی ذهنی و تبحر نگارش و اکسپریانس فارسیش یادم بود و کاش 20-30 سال دیگه ایشون کار میکرد. واقعا حیف میشه. من اینجا لیست کردم ترورهایی که بعد از احمد